سلام دوستان، خب در اینجا میخوایم نرم افزار مدیریت تنخواه رو به شما ارائه بدیم. خیلی از ماها وقتی که توی یک سازمانی که کار میکنیم یه تنخواهی در اختیارمون قرار داده میشه که باید از اون مخارج در واقع واحدمون رو یا بخشی که داریم کار میکنیم، مخارج ریز رو با اون برآورده کنیم. یا مثلا تو کارگاه های ساختمونی وقتی که توی کارگاه هستن، سرپرست کارگاه مسئول تنخواه مختلف هستش و اون پولی که در دستش هست رو برای مصارف سازمان خرج میکنه و در آخر هر ماه یا وقتی که مثلا دو حالت داره، یا آخر هر ماه مثلا گزارش تنخواه رو ارائه میده، یا اینکه وقتی که به یک سقفی از موجودی رسید و موجودی تنخواهش کم شد، بعد یه گزارش رو تهیه کنه که اونو ارسال کنه به واحد حسابداری تا تنخواه رو دوباره شارژ کنن یا به اصطلاح ترمیم کنن. خب خیلی وقتا ارائه اون گزارش میتونه زمان بر باشه و مخصوصا اینکه اگر ما مسئول چند تنخواه مختلف باشیم، خب مدیریت کردن و ارائه گزارشش ممکنه یه مقدار اذیت کننده باشه و نیاز هستش که مخصوصا اکثر تنخواه رو ما تو اکسل میزنیم و نیاز هستش اون گزارش نهایی رو وقتی که میخوایم ارائه بدیم دوباره درست کنیم و ارائه بدیم به واحد حساب داریم. و این نرم افزار خیلی ساده میتونیم هزینه‌ای که میکنیم، دریافتی‌ها و پرداختی‌هامون رو ثبت بکنیم و در آخر با زدن مثلا یه دکمه تهیه گزارش اون گزارش نهاییمون رو ایجاد بکنیم به فرمت PDF و فاکتورهایی که واسه اون هزینه داشتیم رو ضمیمش کنیم و ارائه بدیم به حسابداری، واحد حسابداری، تا تنخواه ما رو شارژ کنن یا اینکه گزارش خودشون رو داشته باشن. خب اگر برای اولین بار هستش که این اکسل رو باز میکنین، ممکنه یه ریبان زرد رنگ اینجا ببینین که ازتون درخواست میکنه ماکروهای داخل این اکسل رو اینیبل کنین. حتما قبل از اینکه از این اکسل بخواید استفاده کنین، دکمه اینیبل کانتنت رو توی این اکسل بزنین تا بتونین از این اکسل به خوبی استفاده کنین. خب من غلطه تایپ کردم، درست کنم. خب قبل از اینکه حالا اینجا الان کاری رو بکنیم، من اینجا یه سری دیتا زده بودم، میخوام این دیتا ها رو پاک کنم و شما در واقع اکسل خالی رو میبینید، اکسلی که هیچ دیتایی توش نیست. واسه اینکه دیتا هاتون رو پاک بکنید میتونید به راحتی این یک سطر رو اینجا انتخاب بکنید، سطر رو انتخاب بکنید، دلیت کنید. بهتره وقتی این اکسل رو دانلود بکنید یه کپی ازش کلی از کل فایل گرفته باشین و فایل خالی رو همیشه داشته باشین و بعد تو یک فایل حال جداگونه که حالا اسمش هم میتونین عوض کرده باشین دیتا هاتون رو بزنین. خب این سه تا جدول رو حتما خالی کنین اگر برای اولین بار میخواین استفاده کنین، در حالت اولیه خالی بهتون ارائه میشه. وقتی که اکسل رو باز میکنین اینجا یه سری NA میبینین به خاطر فرمول های نوشته شده هستش، مشکلی نداره. وقتی که تنخواه رو بزنین، اولین تنخواه رو ایجاد بکنین و دیتا وارد بکنین، NA ها از بین میره. خب اولین کاری که باید بکنیم ایجاد یه تنخواه هستش، یعنی بگیم یک تنخواه رو میخواییم ایجاد کنیم که مسئولش هستیم و مدیریت میخواییم بکنیم. ایجاد رو بزنید، یه فرمی براتون باز میشه. این فرم حالا به صورت انگلیسی هست، تا جای ممکن سعیش رو لغات ساده به کار بره. توی اولین فیلدش باید عنوان تنخواه رو بزنید که مثلا من اگر واحد خرید هستم، تنخواه خرید رو میتونم بزنم یا اسم واحد خرید رو بنویسم. حالا عنوان خود تنخواه هست، میتونین یه آیدی واسهش در نظر بگیریم، مثلا P1 در نظر میگیرم که بگم تنخواه اول من توی واحد خرید هستش. تایتل باید، یعنی این عنوان باید یکتا باشه، حالا آیدی میتونه هر چیزی باشه، ولی چون بر اساس این تنخواه این عنوان هستش که ما گزارشات رو میگیریم، بهتری که تنخواهی که میزنین یکتا باشه و یک اسمی اگر مسئول چند تا تنخواه هستین عناوینش متفاوت باشه. فردی که مسئول اون هستش، مثلا من اسم خودم رو میزنم و میتونین اسم افرادی که مسئول اون تنخواه هستن رو بزنین. بعد تاریخی که این تنخواه رو دارید ایجاد میکنین، حالا مثلا من تاریخ 1398 توی اول مثلا سال 98 که اومدم این تنخواه رو ایجاد کردم، مثلا امسال از 17 هم شروع کار کردیم و این رو زدیم. ماکسیموم مقداری که این تنخواه داره، سقف تنخواه من هستش، فرض کنیم سقف تنخواه وارد خرید 1,000,000 تومان هست در حال حاضر، که این 1,000,000 تومان البته چون به ریال کار میکنیم و به ریال بزنیم میشه
10 میلیون ریال که اینجا 3-0 3-6 درسته و یه آلارم پرسنت هستش که درصدی هستش که وقتی من هزینه دارم میکنم به نسبت این ماکسیموم اماد یا ماکسیموم اماد یا سقف تنخواه من میخوام دیگه از اونجا باید به من آلارم بده. مثلا اگر من به 15% از سقف تنخواه من خودم رسیدم در زمان هزینه ها این آلارم رو به من بده. وقتی که اینجا اطلاعات رو کامل کردین سابمیت رو بزنین، الان تنخواه ایجاد شده، حالا میتونین بیاین اینجا تنخواه خودتون رو انتخاب بکنین. وقتی که تنخواه رو انتخاب میکنین اون تاریخ ایجاد رو زده، اون NA ها رفتن و اینا الان در حال حاضر صفره، چون هیچ موجودی نداریم، هیچ چیزی رو شارژ نکردیم. به خاطر همین اولین بار باید تنخواهمون رو شارژ کنیم که ترمیم تنخواه رو حتما بعدش بزنیم که میاد. من فرض میکنم تو همون روزی که من تنخواه من ایجاد شده پول هم به حساب تنخواه واریز شده که همون تاریخ رو اینجا ثبت میکنم. من مثلا رسیدی که هستش، رسید بانکی که هستش رو واسه دریافت اون مقدار تنخواه میتونیم وارد کنیم. بعضی وقتا تو بعضی از سازمان ها ما میبینیم که یه کارت سازمانی رو بهشون میدن، یه کارت بانکی که مخصوص سازمان هست رو به افراد تنخواه دار میدن که از اون هزینه کنن. اگر از اونا استفاده میکنین میتونین این موادی رو خالی بذارین یا حتی صرف تنخواه رو خالی بذارین، ولی بهتره واسه این که مثلا گزارشاتون بهتر بره جلو این موادی رو تعیین کنین با همکاری واحد حسابداریتون. مقداری هم که دادن 1 میلیون ریال هستش، فرض میکنم 10 میلیون ریال هستش که برابر با صرف تنخواه رو دفعه اول فرض میکنیم شارژ کردن. یه نوتی هم واسهش میذاریم که میگیم در واقع دریافتی اولیه حساب تنخواه. خب اینجا ذخیره میکنید. به همین صورت میتونید تنخواه های دیگه هم بذارید که اینجا بعدا انتخاب بکنید تو تنخواه های مختلف خرجای مختلفی کرده باشید. در حال حاضر ما پرداختی نداشتیم، گزارش هم ندادیم که پرداختی هاشو گزارش کنیم. جمع دریافتیمون 10 میلیون ریال هست، موجودیمون هم 10 میلیونه، سقف تنخواهمون هم 10 میلیون ریال هست، هنوز هم گزارشی ارائه نکرد. خب اینجا شماره هزینه رو میزنید، این به صورت خودکار خودش میره جلو. اگر هم خواستیم میتونید تغییر بدیم، مشکلی نداره، ولی خب به صورت خودکار بر اساس تعداد هزینه هایی که دارین انجام میشه این شماره میره جلو. و شماره 1 مثلا فاکت یه هزینه ای انجام شده، مثلا هزینه حمل و نقل میتونید داشته باشین یا هر چیز دیگه تو واحد خرید، مثلا شماره فاکتور خریدی که انجام دادیم میزنیم. میتونیم اینجا دستبندی خرید کاری که کردیم رو انتخاب کنیم. اگر شما کاراتون با این دستبندی ها متفاوته و میخواستین اینا رو عوض کنین میتونیم بیاین توی قسمت اطلاعات پایه این دستبندی ها رو تغییر بدین یا اینجا زیرشون همینطور بنویسین. مثلا من یه دونه به مثال بزنم، مثلا یه چنین چیزی رو داشته باشین و میتونین اضافه کنین اینا رو تغییر هم بدین. خب برگردیم به فرم اطلاعاتی، اون وقت اینجا میتونین این موردی که اضافه شده رو هم انتخاب کنین یا تغییرات اعمال میشه. خب مثلا الان واحد خرید یک سری ملزومات مصرفی رو خریده که تاریخ اون بر اساس روز فرض کنین مثلا روز 18 هم بوده، ماه 2 بوده، میتونین اینجا انتخاب کنین یا تایپ کنین. سال رو باید تایپ کنین، سال 1398 و شهر اون مثلا خرید یک سری ظروف یک بار مصرف برای واحد مدیریت، یه سری ظروف یک بار مصرف خریدن و خب این خریدش مثلا 10 قلم بوده، 10 قلم ظروف یک بار مصرف رو خریدن. قیمت هر واحد هر دونه اونم ظروف یک بار مصرف فرض بکنیم 1000 ریال بوده که 10000 تومان یا 10000 ریال بوده که مجموعش میشه 100000 ریال. خب وقتی که این اطلاعات رو زدیم میتونین یک سری نوت هم بذارین، مثلا از تامین کننده معتبر خریداری شده بنابر این از تنخواه استفاده شد. میتونین این نوت ها رو هم واسه اش بنویسین که نوت خریده هست و بعد ثبت رو بزنین. دکمه ثبت رو که بزنین اطلاعات میره توی جدول دریافت، جدول پرداختی ها
میشینه و این اطلاعات تو اینجا ذخیره سازی میشه. اطلاعات دریافتیاتون هم اینجا هستش، وقتی که یه تنخواهی رو ترمیم میکنین دریافتی ها رو اینجا توی این جدول ذخیره میکنین. این هم لیست تنخواهاتون هست که در حال حاضر مدیریتش دارین میکنین. خب فرض کنین اینجا الان همونطور که دیدین شماره هزینه خودکار اضافه شد و الان میتونین دومین شماره رو بزنین. فرض کنین یه خرید دیگه ای کردین، حمل و نقل بوده، فرض کنین مثلا ارسال ظروف یک بار مصرف، خرید انجام شده اومده توی واحد خرید، بعد این ظروف رو از طریق پیکی مثلا فرستادن به واحد مدیریت که درخواست اینها رو داده بوده که یک بار مثلا این انجام شده، قیمت یک بار ارسالش هم فرض کنیم 5000 تومان بوده که میشه 50000 ریال و قیمت کلش هم همون 50000 ریال میشه، ارسال توسط پیک و حمل و نقل هم بوده و تاریخ، اگر اینجا تاریخ رو یادتون بره بزنیم و ثبت هزینه بخواید بکنین ارور به شما میده که باید بیاین اینجا حتما تاریخ رو بزنین، چون بر اساس این تاریخ ها هست که ما گزارش ها رو ارائه داریم میدیم. دو و مثلا 19 هم مثلا ارسال انجام شده و دوباره ثبت هزینه رو میتونیم بزنیم. فرض کنیم میخواییم یه هزینه ای رو بازیابی کنیم و در واقع اطلاعاتش رو اصلاح کنیم، بر اساس شماره فاکتور و یا شرح اون میتونیم و شماره هزینه میتونیم این کار رو انجام بدیم. فرض کنیم مثلا شما یک کدوم از اینا حتما باید تکمیل بشه، مثلا اگر شماره 2 رو بزنیم بازیابی رو بکنیم چیزی نمیاره، یک کدوم از این شماره فاکتورها یا شرح رو باید بنویسیم. فرض کنیم شماره فاکتور 1 2 3 بود تا اونجایی که یادم میاد، اگر حالا بازیابی رو بزنم شماره فاکتور 1 2 3 شماره هزینهش 1 بوده، من به اشتباه 2 میزدم اونجا، وقتی نتونست اون رو پیدا کنه. شماره هزینه 1 یعنی هزینه اولی که انجام دادم بر اساس شماره فاکتور میخوام اطلاعاتش رو بازیابی کنم که واسه من میاره. فرض کنیم من شماره هزینه یادم نمیومده ولی شماره فاکتور و شهر یادمه و میتونم شماره فاکتور و شهر رو بزنم، مثلا اینا رو پاک میکنم که اطلاعات رو ببینیم که میاره. خب و حالا بر اساس شماره فاکتور و شهر هستش که میخوام اطلاعات رو بازیابی کنم که اگر بازیابی اطلاعات رو بزنم اطلاعات رو میاد. پس ما یا باید شماره هزینه و شماره فاکتور رو داشته باشیم یا شماره فاکتور و شهر رو داشته باشیم که اطلاعاتمون رو بازیابی کنیم. وقتی اطلاعات رو بازیابی کردیم مثلا میتونیم اینجا میخوام به جای ظروف یک بار مصرف بنویسم بشقاب یک بار مصرف. خب 10 تا بشقاب یک بار، میخواستم اطلاعاتم رو دقیق تر بنویسم، اون وقت اصلاح رو میتونم انجام بدم. میتونیم بر این اساس حذف هم بکنیم، مثلا اطلاعات رو بیاریم شماره فاکتور بعد بازیابی رو بزنیم و حالا حذف رو انجام بدیم که اون وقت میره دیگه توی جدول پرداخت ها اون رو حذف میکنه و شماره هزینه ها رو هم آپدیت میکنه. خب حالا فرض کنیم مثلا من این دوباره یکی رو ثبت میخوام بکنم، شهر خرید با مصرف برای واحد مدیریت مثلا 10 تا خرید کرده بودیم. یه نکته رو باید توجه بکنین هستش که در حال حاضر توی این اکسل هیچ پسوردی قرار داده نشده و اگر میخواین پسورد بذارین میتونین خودتون بیاین بر اساس فرمت لاک، قسمت سلولای لاک رو تعیین بکنین و فرمت پسورد بذارین، ولی اگر اشتباهاً یکی از این گزینه‌ها سن این رو پاک بکنین این کار در اختیارتون هست و میتونین انجام بدین. بخاطر این باید مواظب باشین چون هیچ پسوردی روی این اکسل وجود نداره. واسه اینکه مثلا پسورد بذارین تا این اشتباه رخ نده میتونین کلش رو سلکت بکنین، اول از لاک در بیارین و بعد اینهایی که میخواین رو انتخاب بکنین که تغییر نکنه، مثلا این سلول با این سلول انتخاب بکنین، بعد بیاین لاک رو بزنین، وقتی لاک کردین پروتکت شیت بکنین و واسهش پسورد قرار بدین. خب من این هزینه رو بزنم، ماه دو روز 18 بوده و ثبت هزینه.
خب الان هزینه ها بر فرض ثبت شده و من میخوام گزارش بدم به واحد حسابداری، هر ماه مثلا گزارش رو میدین یا وقتی که به یک موجودی رسیدین، موجودی اگر مثلا به 15% سقف تنخواه برسه، فرض کنیم مثلا من یه هزینه دیگه بزنم، مثلا خرید دستگاه کردیم، منظور دستگاه و وسایل خرید کامپیوتر برای واحد مدیریت، بر فرض مثلا 5 دستگاه خریدیم، هر کدوم برابر با چه می‌دونم 1 میلیون ریال، خب که جمعش میشه 5 میلیون ریال، میخوام به اون 10 میلیون برسه، فرض کنید 10 میلیون ریال. الان 5 میلیون ریال من یکی دیگه صفر بزنیم، خب الان 50 میلیون ریال من خرید کردم که از سقف تنخواه من بیشتره، از آنجایی که واحد مدیریت نیاز فوری داشتن از تنخواه استفاده شد، فرض میکنیم خرید فوری بوده. خب الان من تاریخ رو هم میزنم، الان یه حالتی پیش اومده که من الان بیشتر از موجودی تنخواهم دارم خرید میکنم، اگه ثبت هزینه رو بزنم ازم میپرسین این الان بیشتر از موجودی تو هست، آیا مطمئنی میخوای ثبت بشه؟ اگر ما از یه طریق دیگه تونستیم تو این مثلا تنخواه پول داشتیم و خرید رو میتونستیم انجام بدیم و بعد به واحد حسابداری ارسال کنیم که اونا مثلا ترمیم کنن تنخواهمون رو، میتونیم یس بزنیم، ولی اگه نه پول نداشتیم و نمیتونستیم، خب نو کنیم. فرض کنیم حالا مثلا اینجا به جای 1 میلیون ریال من یه مقدار کمتر میزنم، شده 5 میلیون ریال، حالا میتونم ثبت رو انجام بدم که این الان ثبت انجام شد، ولی اگه توجه کنید هنوز به 15% از سقف تنخواهم نرسیده. فرض کنیم مثلا من یه سری مانیتورم میخوام بخرم الان واسه واحد مدیریت، خب میشه 1500. فرض کنیم مثلا 20 خرید فوری برای واحد مدیریت، دوستان واحد مدیریت هستن که خرید فوری زیاد دارن، بعد ثبت هزینه، وقتی که ثبت هزینه رو میزنیم هنوز به 15% نرسید، 500 ریال میشه 15% دیگه، این 1850. ما فرض کنیم یه خرید دیگه هم بکنیم که یا دیگه پایین‌تر، ارسال واحد مدیریت، بعد مثلا یه دونه پیک مثلا وانت زدیم، از ما اومده 500,000 ریال گرفته، 50,000 تومان. خب از مثلا 98 دو مثلا روز 23 این کار انجام ده، ثبت هزینه رو میزنیم، اینجا اومده گفته دیگه پول شما تو قسمت تو آلارم زون هست، تو منطقه آلارم هستش، باید توجه داشته باشین که الان مقدار موجودیتون کمتر از 15% هست و فقط 1,350,000 ریالی که براتون باقی مونده. حالا میتونین بر اساس این درخواست ترمیم تنخواه بدین، اول باید گزارش واسهشون ارسال کنین، وقتی که تهیه گزارش رو بزنین میگه روز گزارش رو انتخاب کن، فرضاً مثلا امروز روز مثلا ماه 2 23 ارسال رو داشتیم که به زیر تنخواه رسیده بود، 23 هم بعد از این ارسال من میام گزارش تهیه میکنم و میخوام ارسال کنم واسه واحد حسابداری و یه کجا میخوای ذخیره کنیم، بر فرض مثلا توی دسکتاپ، اوکی، میاد میگه سال این عنوان پیش فرضش رو میذاره که بر اساس تاریخ گزارش دهی هست، اوکی رو میزنیم و بعد میاد یک PDF تولید میکنه، وقتی دام زد الان یک PDF تو دسکتاپ من وجود داره، اگه بیاین تو گزارش تنخواه میتونین اکسلش رو مشاهده کنین، این اکسل هستش که به صورت PDF اینجا قرار داده واسه ما که این رو میتونین واسه واحد حسابداری ارسال کنین، هر تغییری هم که خواستین میتونین توی این در واقع شیت قرار بدین، میتونین بیاین اینجا توی هدرتون یک مثلا لوگو شرکتتون رو بندازین با استفاده از پیکچر و پیکچر فرمت، یا اسم شرکت مثلا شرکت دیاکو رو بنویسین، آدرس مثلا
گزارش تنخواه بنویسین اینجا، اینا رو دیگه باز گذاشتین دست خودتون. این جمله بندی رو میتونین تغییر بدین، اینا رو میتونین تغییر بدین. این قسمت فرمول نوشته شده که اینا رو بهتره تغییر ندین، این فرمول ها رو، این هم نمیتونین تغییر بدین، تاریخ گزارش رو، جاش رو نمیتونین عوض کنین. این عناوین رو میتونین تغییر بدین ولی کم و زیاد نباید بکنین جدولتون رو. فقط میتونین عناوین رو تغییر بدین یا مثلا این رو بزرگ و کوچیک بکنین، این کار رو میتونین انجام بدین که باید دیگه خودتون حواستون باشه که بیشتر از مثلا آچار نشه، اما کم و زیاد نمیتونین بکنین، فقط عناوین رو میتونین تغییر بدین. خب امیدوارم که این اکسل بهتون بتونه خیلی کمک بکنه و تنخواهاتون رو به راحتی بیشتر بتونید مدیریت بکنید. ممنون از توجهی که داشتین. خدا نگهدار. برای دیدن جدیدترین محصولات و ویدیوهای ما به وبسایت diaco.com، کانال یوتیوب diaco ltd و کانال تلگرام diaco ltd مراجعه بکنید.